به علت طغیان رودخانه در پل دختر محور جنوب لرستان مسدود شد. سیلاب خرم‌آباد تا کنون یک کشته بر جای گذاشته است. سیگال مندلکر: رژیم ایران پول دریافتی را برای کمک به تروریسم به کار می‌برد. طغیان رودخانه پل دختر محور جنوب لرستان را مسدود کرد. سیلاب خرم‌آباد جاده پل دختر را به زیر آب برد و تاکنون یک کشته بر جای گذاشته است. این سیلاب در حال حرکت به سمت خوزستان است. همچنین محور پل دختر خرم‌آباد در مسیر افرینه به زیر آب رفت. جاده ترانزیتی پل دختر خرم‌آباد مسدود شده است. هم‌اکنون بارش برف و باران در 19 استان کشور جریان دارد. با بالا آمدن آب رودخانه اروندرود و نهرهای آن، آب به درون روستاهای اروند کنار از توابع شهرستان آبادان سرازی شده است. طغیان اروندرود جان دو کودک را در اروند کنار گرفت. بالا آمدن آب اروندرود باعث شکست شدن برخی از سیلبندهای شهر و روستاهای بخشهایی از اروند کنار و سرازی شدن آب به خیابانها و اطراف منازل شده است. آب رودخانه اروندرود در بخش‌هایی از روستای حفار در شهرستان خرمشهر نیز سرازیر شده است. برنهوک، هماهنگ کننده اقدامات علیه رژیم آخوندی در وزارت خارجه آمریکا، گفت آمریکا می‌خواهد با اعمال تحریم‌های نفتی از تأمین مالی اقدامات بی‌ثبات کننده رژیم ایران جلوگیری کند، زیرا با این کار رژیم از درآمد نفتی میلیاردها دلاری محروم خواهد شد. وی که در اجلاس آیپک شرکت کرده بود افزود در چارچوب کمپین فشار حداکثری بی سابقه ترین تحریم ها علیه رژیم ایران اعمال شده و این تحریم ها هنوز به پایان نرسیدند. سیگال مندلکر، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت در همان اولین روز اجرای دوباره تحریم هایی که پس از اجرای برجام لغو شده بودند، بیش از 700 نهاد و فردی که در شبکه مالی رژیم ایران فعالیت داشتند در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. به که در اجلاس آیپک سخنرانی می‌کرد افزود ما به اروپایی‌ها بارها گوشزد کرده‌ایم که به طور سیستماتیک با تأمین مالی رژیم ایران مقابله می‌کنیم، زیرا رژیم ایران پول دریافتی را برای ادامه اقدامات خرابکارانه و کمک به تروریسم که شامل فرستادن کودکان به جنگی در سوریه می‌شود ادامه می‌دهد. رابرت مولر، بازرس ویژه در مورد مداخله روسیه در انتخابات 2016 آمریکا، اعلام کرد هیچ مدرکی که نشان دهد دونالد ترامپ آمدانه با روسیه تبانی کرده باشد را پیدا نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویلیام بار، دادستان کل، روز یکشنبه خلاصه ای از جمع‌بندی گزارش را به رهبران کنگره و برای رسانه‌ها ارسال کرد. در این جمع‌بندی آمده است به این نتیجه نرسیده است که دونالد ترامپ مرتکب جرم شده باشد. مولر تحقیقات خود را روز جمعه در گزارشی به بالاترین مقام اجرای قانون آمریکا تحویل داد. آمریکا با عمان برای استفاده از بندرهای دغم و سلاله به توافق رسیدند. بر اساس این توافق، عمان به نیروهای نظامی آمریکا امکان می‌دهد دسترسی بیشتری به منطقه خلیج فارس داشته باشند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود گفت این توافق از این نظر مهم است که نیروهای آمریکایی با دسترسی به این بندرها به شبکه جاده‌های منطقه متصل می‌شوند و باعث استقامت بیشتر این نیروها در شرایط بحرانی می‌شود.